من کلب زنگم مجنونه رو قیم مفتونه رو قیم ما در باب قرآن بسته است همچی میدان باز نیست اصلا مالک زمین امامه امام و حجت خدا مالک زمینه مالک زمین ما هست من قبول ندارم از زمین میرم اگه بنا باشه علی و عمر یه جا برن علی و معاویه یه جا برن امام حسین در اون وقتی که هیچ فریاد رسیده میکنه من رو ملک و جن و بشر و ذرات عالم همه امامشون او بر همه معنی بیان بودنش نیست که همه میفهمند جای قرآن و آیات الهی در سینه یه عده است که خدای متعال علم عطا کرده نبوت تمام نشده ها تا فاطمه هست ادامه اون نبوته هنوز بقیه دارد هنوز همه طالب به بشر نرسید نور امیر المؤمنین شکافته شد فتق نور اخی علیم خلق منه الملائکه همه ملائکه خلقتشون از نور امیر رضا وقتی میرسی در خونه امام رضا نباید به امام رضا بگی امام رضا از خدا بخواه مریضمون رو شفا بده واسطه نیست بین امام رضا و خدا خود امام رضا مشیت یعنی منو بل من جن طب یعنی منو بل من جن الحمدلله الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده سلام و رحمت الله بر همه شما بینندگان عزیز برنامه امروز طبق روال همیشه برنامه برهان قاطع دو صفحه از قرآن کریم است که ما در اون دلایل پیدا میکنیم دلایلی میاریم بر باطل بودن مذهب علمای شیعه بر مذهب مدعیان شیعه چون شیعه واقعی ما هستیم اونها شیعه نیستن اونها اهل بیت رو سپر کردن تا شرک بورزن اهل بیت رو سپر کردن تا بین مسلمان ها اختلاف بیارن به هر حال ما امروز با آقای حمید هم گفته بودیم که تشریف بیارن در مورد سوالی که هفته قبل در مورد این که اگر شیعه ها میگن قرآن عوض شده سنی ها هم میگن با هم بحث کنیم مناظره کنیم گفتگو کنیم به همین خاطر ما تلفنی رو اعلام میکنیم که ایشون قبل از چی بیگتر نشه که باز 5 دقیقه آخر تشریف بیارن تلفن اعلام میکنیم بینندگان عزیز شماها زنگ نزنید خاص برای آقای حمیده که زنگ بزنه قرار بذاره که برنامه میان برنامه گرفتیم ما بهشون زنگ بزنیم یا ایشون به ما زنگ بزنه اگه شماره داد که ما زنگ میزنیم که این بحث مربوط به اینکه قرآن عوض شده و سنی ها هم این رو عقیده دارن رو با ایشون بحث کنیم خب میریم سر صحبت امروز ما در صفحه 265 و 266 هستید من گفتم شاید این آقای حمید تشریفشون نیاره بهتر است که دو سه موضوع آماده کنم نگاه کن نمیگم دو صفحه دیگر بخونم همین صفحه از همین صفحه میشه شما فکر کنید از یک صفحه میشه دو تا سه تا دلیل بر علیه علمای شیعه آورد گفتم نیومد میتونم تو یک برنامه دو سه بیارم هرچند که باز فکر کردم که خب اگر ایشون نیومد بینندگان واسه میکنیم ولی میخوام بگم که یعنی اینقدر ما به خودمون مطمئنیم و حالا الان به شما نشون میدم خلاصه تر میخونم تا ببینید که واقعا میشه آورد صحبت ما امروز ما این است که پیغمبر ما با پیغمبر شیعه فرق داره پیامبران ما با پیامبران اونا فرق دارن یکی از پیامبرهای مهم الهی یعنی پیامبران درجات دارن دیگه که ما بر ملت اون هستیم یعنی ما که امت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم بر ملت ابراهیم هستیم که امروزا روزای حج هم هست که میبینید این مراسمی که انجام میدیم بر ملت حضرت ابراهیم علیه السلام ما هستیم ملت ابیک و ملت پدر ما ابراهیم پدر ماست خلیل الله است خیلی مقام بالایی داره شیعه هم که اینو قبول داره جالب شیعه برای اینکه امامت پیغمبرهای امامای خودش رو ثابت کنه از قرآن که دلیل نداره دست به دامن همین ابراهیم میزنه و از سوره میخوام مقام ابراهیم بگم بسم الله من الشیطان الرجیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما میگه آقا علت امامت امام رضا این است که ابراهیم امام بوده خداوند پیغمبرها ابراهیم رو به کلمات امتحان کرد
بعد از اینکه در اون امتحان موفق شد، خداوند فرمود که من تو رو برای مردم امام قرار میدم. یعنی میگه امام رو باید خدا انتخاب کنه و ابراهیم خدا انتخاب کرده، امام رضا رو خدا انتخاب کرده. من نمیفهمم این ارتباطای بند تنبانی از کجا میاد، ولیکن ما حالا کاری به این مسئله نداریم. ما میخوام بگیم مقام ابراهیم اینقدر بالاست در نزد خودشیه که برای اثبات امامت حضرت علی از قرآن امامت حضرت ابراهیم رو دلیل میاره، خودش که دلیل نداره. میخوام بگم مقامش بالاست. حالا اون بحثی جداست که اینجا آیه رو خودشون مسخره کردن. و میریم سر بحث خودمون، این دو صفحه خودمون. خب حالا این ابراهیم یک صحنه از زندگیش رو الله جل جلاله ترسیم میکنه که میگه مهمانایی برایش وارد شدن. مهمانایی برایش وارد شدن. آیه رو بیارید. از دخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون. فرشته‌ها بر حضرت ابراهیم وارد شدند و سلام کردند. ابراهیم گفت ما از شما بیمناکیم. انا منکم وجلون. ما از وجلون یعنی ما میترسیم از شما. خب این ابراهیم سنی است. چرا؟ ابراهیم شیعه باید نترسه، چون که غیب میدونه. اولا باید بشناسه که اینا کسی از فرشته میترسه. همین آیه دلیل بر باطل بودن مذهب شیعه است. چون در مذهب اونها امام ها غیب میدونن. چرا غیب میدونن؟ چون ابراهیم غیب میدونست. چرا امام هم؟ برای اینکه ابراهیم امام بود. فقط همین غیب دیگه، قدرت های دیگه اش نمیگم، همین غیبش فقط میگم. برای اینکه بازم برای اینکه نگید، فقط برای تاکید بذارید من یک بازم اون کلیپ مشهور اینا رو بیارم که این بدبخت میگه که امام تا من دنیا نیومده من میدونه، دلیلم از قرآن میاره. ببینید اینو بیارید. علیهم السلام از حاجات ما اطلاع دارن یا ندارن؟ و این که گفتن آیا ائمه علیهم السلام از حاجات ما اطلاع دارن یا ندارن، عزیزم اگر نظر شیعه را میخواهید، نظر بنده را میخواهید، بله ائمه علیهم السلام آقا امام رضا که من امروز بخوام برم حرمشون از حضرت حاجت بخواهم، نه تنها الان حاجت منو میداند، بلکه قبل از آن که من به دنیا بیام، قبل از خلقت من، امام رضا میداند که من روز فلان، ساعت فلان، دقیقه فلان به حرم او میروم و این حاجت را از او خواهم خواست. به اذن الله تبارک و تعالی ائمه علیهم السلام از آن که بر قلوب مردم دیده شیعیان میگذرد آگاهی دارند. ما برای این ادعای خودمون هم از آیات قرآن، از آیات قرآن دلیل داره. بله دلیل برگردیم. حالا این آیات قرآن دیگه، پس این یا قرآن شیعه نیست، قرآن آخوندان نیست، یا اینکه پیغمبر اینا این ابراهیم نیست که ما میشناسیم. داستان اینجور است که یه فرشته اومدن سه نفر و حضرت ابراهیم میگه که انا منکم وجلون، ما از شما میترسیم. چرا میترسیدن؟ مگه تو نه این است که از قبل از که این فرشته دنیا بیاد تو باید بدونی آقای امام، آقای امام ابراهیم، اونا دیگه ابراهیم رو اصلا میگن امام از پیغمبر بالاتره، مقام امامت بر ابراهیم قائلن. چطور از اینا دیگه حالا نمیشناسی؟ فرشته رو میترسه آدم، باید میدونستی اینا کی هستن، چرا اومدن. تو امام، تو مال شیعه هستی نیستی، تو امام سنی ها هستی نیستی، امام شیعه نیستی، معذرت میخوام امام سنی ها هستی، تو ابراهیم هستی که غیب نمیدونی، ولی تو قرآن از تو ذکر شده، از اون امام شیعه هیچ ذکری نیست، از اون ابراهیم شیعه ها. جالب اینه که چرا حالا میترسیده؟ این فرشته ها که اومدن، این حضرت ابراهیم علیه السلام که یک دو صفت خوب نداشته، مهمان نواز بوده، بدون اینکه بپرسی اینا کیان، در دست صورت سه نوجوان زیبا اومدن، میده به زنش میگه که غذا آماده کن، خودش هم یه دونه گوساله رو میکشه و کباب میکنه براشون میاره. این همه زحمت میکشه، گوساله رو اینطوری کباب میکنه، در زیر خاک گرم میذاره، زغال گرم میذاره، به اصطلاح هنیز درستش میکنه، خیلی خوشمزه درست میکنه. اینه که میاره با نون، فرشته ها نمیخورن، اونا که فرشتن. ابراهیم میبینه که اینا نمیخورن علیه السلام، هم خودش هم زنش میترسن، زنش هم حالا داره نگاه میکنه از پشت در، میترسن از فرشته ها. چرا؟ که رسم دنیا مثل امروز نبوده. رسم دنیا بر این بود که اگه کسی نون نمک کسی رو میخورد دیگه بهش حمله نمی کرد. اون دیگه میگه آقا من نمک اینو خوردم. اگر قصد بدی داشت دیگه غذا نمی خورد. به خونه کسی میرفت میخواست قصد بدی داشت، نه غذا نمی خورد. و این دید که غذا نمی خورد، اولین چیزی که به ذهن این پیامبر بزرگ الهی خلیل الله
ابراهیم که امت واحده بود، ابراهیمی که این قم مقامش بالاست، رسید که بابا اینا اومدن ما رو اذیت کنن، ما رو بکشن یا ما رو چیکار کنن. زنش هم که یک امامزاده است یا بالاخره اهل بیته، اونم ترسید. دوتاییشون نفهمیدن که اینا فرشتن. نمیفهمیدید فرشته دیگه چرا ترسیدید؟ برای اینکه غیب نمیدونستن. این ابراهیم ماست، این سارای ماست. ابراهیم شیعه و سارای شیعه چیز خیالی است، همونطور که حضرت معصومه شون خیالی است، همونطور که حضرت زهرا شون خیالی است. زهرای ما واقعی است. آیه میگه دیگه، اون میگه من از آیات قرآن دلیل دارم. باز برای دلیل میره یک کیلو خودش لاغر میکنه، دلیل نمیتونه بیاره، دلیل واضح جلوتون است. قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم. گفتن که نترس، نترس، لا توجل انا نبشرک بغلام علیم. ما اومدیم نه فقط باید نترسی، اومدیم تو رو شاد کنیم. چرا میخوای شاد ما کنی؟ ما اومدیم به تو پسر، به تو یک پسری وعده میدیم که خداوند بر توی پسر میده. قال بشرتمونی الا اما سنی الکبرو فبما تبشرون. گفت شما اومدید منو بشارت میدید؟ به اصطلاح امروزی یک سوتی دیگه از اگر ابراهیم شیعه باشه. گفت شما اومدید، اولی که تموم شد گفتن آقا ما فرشته ایم نترس، دیگه ترسش تموم شد. حالا یه چیز دیگه بهش میگن، میگن آقا ما اومدیم تو رو بشارت بدیم که تو صاحب فرزند میشی. میگه چی به من بشارت میدید؟ چطور میگه باور کنم؟ من که پیرم، زنم که پیره، پیرم فرتوتم، ما اصلا چطور ممکنه ما بچه دار بشیم؟ باید ابراهیم ما بود، غیب میدونست. بله وعده خداست من بچه دار میشم، اما بر اساس طبیعت بشریش اولین چیزی که به ذهنش رسید که آقا یک انسان پیر چطور میشه صاحب فرزند بشه؟ زنش هم اینطور پیر فرتوت، 60-70 سال صاحب بچه نشدیم، حالا چطور ممکنه که همین چیزی بشه؟ بازم باور نمیکنه که فرشته ها دیگه اینجا توبیخ میکنن به یک معنی. قالوا بشرناک بالحق فلا تكن من القانتين. میگه ما تو رو به حق بشارت میدیم، از نامیدان مباش، از مایوسان مباش. اینجا ابراهیم متنبه میشه که الله هر کاری میتونه بکنه، علیه السلام، الله جل جلاله هر کاری میتونه بکنه. میگه بله هیچ کس غیر از گمراهان از رحمت خدا چی نمیشه. دوباره ابراهیم از اینا میپرسه که باز ابراهیم شیعه نیست، نگاه کنید. سپس گفت ماموریت شما چیست از ای فرستادگان خدا؟ قال فما خطبكم ايها المرسلون. میگه شما برای چی اومدید؟ تو مگه فرشته، تو مگه ابراهیم نیستی که غیب میدونی؟ مگه تو همون ابراهیم نیستی که قبل از اینکه من دنیا بیام میدونی من کی میام خونه تو، چه دقیقه‌ای از تو حاجت میخوام؟ چرا میپرسی؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. میگه ما فرستاده شدیم، میگیم برای چی اومدیم. ما فرستاده شدیم پیش قوم مجرم، منظورش قوم لوطه. خب پس در اینجا ابراهیم هم نمیدونسته، میپرسه، جوابش بهش میده. در اونجا یالا یک دلیل پر به علیه شیعه شد. میخوام بگم از هست آیه میشه دلیل آورد. حالا اینجا فرشته یه چیزی میگن، میگن آقا ما قوم لوط نجات میدیم، فقط زنشو نجات نمیدیم. اینجا بر ضد مذهب شیعه مسئله در میاد، چون که در اینجا زن رو اهل بیت میگن فرشته ها. آیه رو براتون الان میارم، ولی اول براتون توضیح میدم تا متوجه بشید. فرشته ها به حضرت ابراهیم میگن که ما اومدیم بریم قوم لوط از بین ببریم، همه رو از بین میبریم غیر آل و لوط رو. آل یعنی اهل بیت لوط رو، اونا رو از بین میبریم. باز میگن یه استثناء میکنن، اما میگه از اهل بیت لوط زنش رو اونا رو از بین نمیبریم، اهل بیت رو، غیر از اهل بیت، ولی زنش از بین میبریم. یعنی اگر قرار باشه زن اهل بیت نباشه دیگه لازم نیست که فرشته ها بگن. میگن آقا ما همه قوم لوط رو از بین میبریم، فقط اهل بیت لوط رو نجات میدیم، دیگه لازم نیست که زنشو بگن که آقا نه زنشو نجات نمیدیم. چون که زن شما شیعه میگید که اهل بیت نیست دیگه، مگه نمیگید؟ مگه نمیگید اهل بیت نیست؟ ولی فرشته ها اینو نمیدونستن. این امامای شما، این معذرت میخوام، امامای شما که از ما هستن، این علمای شما میدونستن. نگاه کنید بعد از اینکه میگه ما فرستاده شدیم، خب نگاه کنید، دو تا الا اومده، مگر دو تا الا اومده از دعایه. میگه ما فرستاده شدیم، اینو ببین از مکارم شیرازی دارم میارم، مگر خاندان لوط که همگی آنها را نجات خواهیم داد. ببین میگه آل لوط، الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین، ما همشون رو نجات میدیم.
واز اینجا یک استثناء داله. الا امراته الا امراته قدرنا انها لمن الغابرین، زنش رو نجات نمیدیم، یعنی اهل بیتش رو نجات بدیم. خب نگاه کنید، آل محمد صلی الله علیه وسلم، آل لوط صلی الله علیه السلام، اینا رو میگه همه رو نجات میدیم الا زنش رو. ببینید ترجمه آیه رو ببینید، مگر بجز همسرش رو. پس از این معلوم میشه که فرشته ها میدونستن، ابراهیم هم میدونست. برگردیم، زن همسر، زن اهل بیته. فرشته ها برای ابراهیم توضیح میدن که آقا ما اومدیم خاندان لوط نجات میدیم. اگر میگفتن که ما خاندان لوط نجات میدیم، دیگه نمیگفتن زنشو نجات نمیدیم. حضرت ابراهیم میفهمید که زن حضرت لوط هم نجات پیدا میکنه. اتفاقا با هم فامیل بودن دیگه، ابراهیم و لوط با هم فامیل بودن، برادر زادش بودیم. ولیکن برش خبر میدن که نه، زنشو نجات نمیدیم چون که اون خائن است، از آل لوط هست ولیکن چون که خائن بوده نجاتش نمیدیم. شیعه اصلا دو پاشو در یک کفش کرده که همسرای پیغمبر اهل بیتش نیستن. چرا؟ برای اینکه آیه 33 از سوره احزاب رو که میگه یطهرکم تطهیرا رو میخواد بگه که اهل بیت اونایی که تطهیر میشن زناش نیستن، فقط نمیدونم تقی و نقی هستن که اصلا دنیا تا حالا نیومدن، قرار 8 نسل بعد دنیا بیان. میخواد قرآن رو برای خودش چی کنه. به هر حال حالا بریم دوباره ببینیم که میخوام بگم که یعنی هر از هر آیه براتون آوردم نه. خب حالا بریم ببینیم که بعد از این چی میشه. حالا ببینیم آیا لوط اون لوط شیعه هاست، پیغمبر حضرت لوط، یا نه اونم از سنی هاست که ما میگیم غیب نمیدونه. ما میگیم پیغمبر رو غیب نمیدونن مگر چیزی که فرشته برشون آوردن. شیعه میگه نه، الان که دیدید میگه از شکم مادرش هم غیب میدونسته، تو از شکم مادرت میگه دنیا نیومدی، تو رو میشناخته. این چیزایی میگن اصلا عقل قبول نمیکنه. حتی میدونی از این بالاتر هم میگن. میدونی شیعه در مورد امامای خود از اینم بالاتر میگن. شاید بگه از این بالاتر دیگه چیه؟ میگه تو شکم مادرم دنیا نیومده بودی، تو رو میشناسه. به خدا از این بالاتر میگن. میگن که مثلا من یک پسر داشتم، عمر وفات یافته. میگن که اگر عمر نمیمرد، اینا میگن چند تا مثلا بچه میداد، چی کار میکرد، نمیدونم زن میگرفت، نمیدونم چی کارا میکرد، اینا رو میگه همه رو امام میدونه. اون که اصلا مرده وجود نداره، ولی میگه اگر بزرگ میشد هم امام میدونست که این چی میکنه. یعنی یه چیزی که هنوز وهم خیاله، بزرگ نشده. اینا میگن نه، امام اگر مثلا نمیمرد، فیلم اینجوری بود که زنده بود ادامه میداشت، امام میدونست که کی میمیره، چی کار میکنه، چی کار نمیکنه. یه چیزایی میگن عقل آدم سوت میکشه. و این پیغمبر ما، حضرت انبیای خدا، حضرت ابراهیم، حضرت لوط نمیدونستن. این قرآن، این شما آقا ببینید، این قرآن این دفعه از خود کتاب آوردم، نگاه کنید سوره هجر صفحه 265 لطفا بیارید، جزء 14 هم آیه 57 58 همش داره میگه دیگه. خب حالا فلما جاء آل لوط المرسلون، میگه وقتی که به آل لوط مرسل اومدن، یعنی پیش زن بچهش اومدن، پیش زنش نیومدن، دخترها و خودش، خب چی گفت فورا؟ انکم قوم منکرون. میگه من شما رو نمیشناسم، شما کی هستی دیگه؟ ها؟ میگه شما کی هستید؟ بابا چطور نمیشناسی؟ ما که هنوز به سر قبر امام رضا نرفتی. آقا میگه که تو هنوز سر قبر امام رضا نرفته، تو دنیا نیومده، امام رضا میدونه چیه میخوای و چی حاجتت هست. تو چطور پیغمبر خدا هستی نمیدونی؟ تو امام نبودی مگر؟ این پیغمبر مگر نبودی مگر؟ تو چی بودی آخر؟ امام زاده هم میدونه. تو چه جور آل لوطی هستی؟ تو لوط سنی هستی. این قرآن هم قرآن سنی است، قرآن شیعه هم دست امام زمانه. حالا وقتی اومد میفهمه توش هر چی نوشته. اینا دیگه داستانش به موضوع ما مربوط نیست. میگه که آقا ما اومدیم به خاطر کاری که اونا میکنند و ما اتیناک بالحق و ما واقعیت مسلمی رو برات آوردیم. شب برو بیرون به اهلک، با اهلت برو. نگاه کن اهل اینجا میگه با اهلت برو، ولی در جای دیگه میگه زنتو نبری، یا زنتو نبری، زن اهلت نیست. خب در این آیه نیومده، در آیات دیگه اومده. این آیه هم اومده دیگه، بالا گفته زنش نجات نمیدیم، درسته؟ اینجا گفته زنش نجات نمیدیم. خب بعد از که رفتن، حالا داستان میاره این شب بهش اینو وقتی بهش میگه که هنوز این نمیدونه ها، هنوز حضرت لوط نمیدونه که اینا فرستاده خدا هستن و اهل مدینه هم که نمیدونن، یعنی مردم لوط، قوم لوط نمیدونن. میگه اونا اومدن در حالی که یستبشرون بودن، شادمان بودن، خوشحال بودن که آقا سه تا پسر جوان اومده، ما میریم برای معذرت میخوام برای کار بعد. حضرت لوط اینجا خیلی ناراحت میشه، چون اینا حضرت لوط دست کی تربیت شده بود؟ دست حضرت ابراهیم تربیت شده بود.
مهمان نواز بود. حالا مهمان اومده این اینا رو شب آورده خونه تاریکی، زنش رفته خبر داده دیگه، اینکه نمیدونسته زنش خائنه. که اینه که شیعه میان زن حضرت پیغمبر ما رو با زن لوط مقایسه میکنن، اینجا کورن کرن چیان؟ آخر داستان این است که صد خودشون هم میگن که وامیسته تا شب اینا رو میبره خونه، پنهانی میبره خونه، زنه میره خبر میده. گنه چرا خونه ببره اگر میدونست که زنش خائنه؟ نمیدونسته که اون کسی نمیدونسته اینا فرشتن، اینا کیان، برای چی کاری اومدن؟ اگه میدونسته که زنش خائنه خب بیرونش میکرده، طلاقش میداده. الله میدونسته که این زن خائنه و بهش رحم نکرده. خب اینا اومدن، این به دست حضرت ابراهیم تربیت شده، مهمان نواز دیگه. دیدید که حضرت ابراهیم گوساله آورد برای سه تا مهمان، بدونی که بپرسه شما آدمید، فرشته اید، چی هستید. این حالا میبینه که وضع خیلی خرابه، اینا اومدن برای کار بد. گریش میگیره، تو یه جا میگه که کاش من یه قدرتی میداشتم، آی کاش من یه قلعه‌ای میداشتم. که اونجا فرشته ها بهش میگن که تو چرا میترسی، ما فرشته ایم، خیالش راحت میکنن. ولی که قبل از اینکه بگه، به عنوان یک انسانی که نمیدونه این سه نفر فرشتن، اصلا زور اونا به اینا نمیرسه، اینا فرشتن از جنس دیگه هستن، کوششش میکنه. حتی میگه بیاید با دخترای من عروسی کنید. ببینید دخترای خود میخواد قربانی کنه پیش این مردم، بعد میگه بیاید با دخترای من عروسی کنید. این مهمان ما رو کار نداشته باشید، منو میگه ذلیل نکنید، منو مفتضح نکنید. تمام این آیات تو قرآن اومده. خب نگاه کنید، میگه اینا ضعیف من هستن، آبروی بیارید لطفاً، آبروی من رو نریزید، از خدا بترسید، من رو شرمنده نکنید. اونا چی گفتن؟ گفتن مگه ما نگفته بودیم که مهمان رو نیار خونه؟ دلیل مجرمین یعنی قوم لوط بود. حالا یکم سریع‌تر میریم تا برای اینکه ببینید چقدر ما آیه داریم. این میگه که اینا دختران من هستن. قال ها اولای بناتی این کنتم فاعلین. این شیعه اینجا را میگیره آقا کار رو قوم لوط میخواد انجام بده. مشکل بزرگی است. این آیات بر ضد قوم لوط اومده. این میگه ببینید این دختران من حاضر است، دختران من حاضرن، اگر میخواهید کار صحیح انجام دهید با آنها ازدواج کنید و از گناه آلودگی بپرهیزید. این ترجمه خود آقای مکارمه، ولی همه شیعه اینو نمیگن. یه چیز دیگه اینو میگن، ولی یه چیز دیگه میگن. حالا میگم چی میگن، نمیتونم بگم چی میگن. خب میگه اونا در گمراهی بودند و مست بودند و خلاصه اینا رو نابود میکنه، اینا رو نابود میکنه. اینجا اینا آوردن که خیلی عذر میخوام، چون که برگردیم، چون که حالا دیگه این مسئله کمی به صورت بسته میگم، باز نمیکنم، که چون که قوم لوط منحرف بود دیگه، انسان منحرف بودن دیگه، یعنی مرد با مرد کار بد میکرد. بعضی از علمای شیعه اینو گرفتن که به اصطلاح کار غیر فطری که یک مرد مثلا با همسر خودم انجام بده جایز است. چون میگه چون که گفته بیا با دختری من عروسی کن، در حال که این گرفتن خودشون از بیاج حرفی است که اصلا ببین درست همون کار قوم لوط رو، چون که اون اصلا به قرآن معتقد نیستن، نه به ابراهیم ما معتقدن، نه به لوط ما نه به حضرت لوط ما معتقدن، به کار قوم لوط معتقد هستن. حالا چون زورشون نرسیده یک چیز کوچیکترش رو درست کردن. خدا به من و شما رحم کنه. خدا فرمان آیا بله. خیلی خوب، من میام برنامه رو، اجازه بدید من پخش کنم. آقای حمید میگه پشت خط هستن، خیلی جالبه، خوبه. میام برنامه رو من پخش میکنم چون به مسئله مربوطه، بازشون بیان صحبت رو شروع کنیم. خب بس با اجازه شما میام برنامه رو من پخش میکنم. آماده اید دو تا فرمان؟ یک لحظه اجازه بدید، لحظه اجازه بدید که بیاد. بله درسته، فول اسکرین هست یا نه؟ بله از اول که حالا بیارین. بزرگانی از علمامون نداریم قائلن که 11000 آیه ساقط شد. ها ببینید، پس ببینید خیلی فرقه بین اهل سنت، میگن بله تو کتابهای امام چی هست، ولیکن علمای محقق کلامیمون نگفتن ما این روایات رو چی قبول کردیم، ولیکن شما چی؟ ها بله تو کتاباتون آمد ولیکن قبول کردید که این روایات چیه؟ میگن میگه آقا ما کجا قبول کردیم که این روایت؟ میگه آقا این دلیلش. اینم علامه این مجلسی ها میگه مهمترین شخصیت الان که واقعا کل منظومه فکر تشیع رو منبر و نمیدونم کانال ها و نمیدونم علما و بزرگان استنادشون به چی ها؟ به کی ها؟ به علامه مجلسی ها.
بحار مجلسی ها، اصلا بحار نبود، تشیع نبود برای بعضی ها. این مرآت العقول جلد 12 ها صفحه 525 روایتی آقا نقل میکنه در کتاب النوادر من کتاب فضل القرآن کافی. یعنی این روایت کجا آمده آقا؟ حالا خوبه الحمدلله ایشون روایت رو برده تو نوادر. حالا مقصودشم چرا روایت رو برده تو نوادر؟ بحث جای خودش باید با کلینی کرد. علی بن الحکم عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله قال ان القرآن الذي جاء به جبرائيل الى محمد صلى الله عليه واله 17000 آیه. پس اینی که الان شما دارید آقا چقدره؟ دیگه یک سوم قرآن. یعنی قرآن سه جلدی بوده آقا، الان دست ما چیه آقا؟ یه جلدیشه قرآن دست ما. ولیکن مثل این که آقای یک کتابی نوشته سه جلدیش، یه جلدش دست شما هست، دو جلدشی آقا امام زمان اینا معتقدن که میاد دو جلدش هم با خودش میاره آقا. یأتی به قرآن جدید کما بعض روایات مجعول اسرائیلی، آقا یأتی به قرآن جدید، این تعبیرات آمده. خب این روایت را بهبودی در صحیح الکافی تضعیف کرد، گفت روایت ضعیف تموش. اما ببینید علامه مجلسی درباره این روایت چی میگه؟ میگه فالخبر صحیح، خبر صحیح معتبری، لا یخفا ولا یخفا ان هذا الخبر وكثير من الاخبار الصحيحه از نظر سند صریحه في نقص القران. ببینید، پس ببینید محل النزاع چی آقا؟ نه اینی که دست ماست تغییر پیدا کرده، اینی که دست ماست چی؟ درسته، ولیکن همش دست ما نیست. صریحه في نقص القران و تغییره، این عطف تفسیر به نقصه، مقصود از نقص التغییر یعنی چی؟ نقص قرآن. و عندي، حالا گوش کنید، و عندي ان الاخبار في هذا الباب متواتره معنا. خب دیگه خودتونم در منطق خوندید آقا، تواتر مفید چی آقا؟ یقینا دیگه از اولیات آقا، از بدیهیات آقا، دیگه شما یقینیات ست دارید، یکی از یقینیات چی آقا در منطق؟ ها؟ المتواترات. ایشون میگه آقا متواتر. و طرح جمیعها لازمش اینه، گوش کنید، ولكن وفي هذا الباب وهي لا تقصر عن اخبار الامامه. یعنی اگر ما هزار روایت در امامت داریم، چطور امامت اصل از اصول اعتقاد امامیت شده، این روایاتم على حد روایات چیه؟ امامت. یعنی باید اصل از اصول چی بشه؟ ها؟ اعتقادات امامیه بشه که این قرآن کامله یا ناقصه. پس ببینید خیلی فرقه بین اهل سنت میگن. آره زینب ببندم. با سلامی دوباره به شما بینندگان عزیز. ما این دفعه میان برنامه را از وسط برنامه از خود ما پخش کردیم، نه از فرمان، چون که به موضوع بحث ما مربوط بود. آقای حمید شنیدم پشت خطن، سلام عرض میکنم جناب آقای حمید از کرمان. علیکم السلام و رحمت الله جناب آقای وجودی. بله ما شما ممنونم از اینکه تشریف آوردید برای بحث و مناظره. دو دقیقه صحبت میکنیم، اگر میخواید من شروع کنم، اگر میخواید شما شروع کنید. موضوع مناظره رو فقط به بینندگان بگم که موضوع در مورد تحریف قرآن هست که شیعه میگه که آقا اگر ما معتقدیم سنی ها هم معتقدن، درست آقا؟ موضوع اینه دیگه. نه حالا من در این مورد اجازه بدین مقدمه رو عرض کنم. دو دقیقه میخواید صحبت کنیم، خب شما شروع کنید. آقا دو دقیقه شون شروع کنن، اتاق فرمان دو دقیقه رو بگیرید، هم از منو سفت و سخت هم از ایشونو بفرمایید. نه چون در خب قبل از مقدمه، قبل از شروع مناظره میخوام عرض کنم که بینندگان اینکه بفرمایید قبل از شروع مناظره صحبت کنید. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. اینو نگیرید، اینو چی بند دو جلسه تماس گرفتم و این رو هم حالا بعدش میگم که چی شد که تماس گرفتم. دو تا سوال از آقای سرودی پرسیدم، یکی سه شنبه هفته قبل، یکی پنج شنبه هفته قبل. دو تا سوال پرسیدم، گفتم دو نفر از بزرگان شما جناب ابن عباس
و جناب ابن منصوری از دوران شما هستن مطالبی دارن که اینها مقتضاش اینه که ما بپذیریم در قرآن تحریف وجود اومده. شما که میاد چیه رو میگید آقا قالب تحریف هست و به نظر بنده به دروغ هم میگید، چون این رو انشالله صحبت خواهم کرد. ولی صحبت میکنید، پس شما دو دقیقه صحبت کنید دیگه، دو دقیقه بگیرید برای ایشون. شما در موضوع دارید صحبت میکنید، بفرمایید دو دقیقه بگیرید، حالا شروع کنید. اشکال نداره، چون من خواستم مقدمه رو بگم که اصلا من نمیخواستم وارد این بحث بشم و اینکه وارد شدم بینندگان عزیزم بگم به این معنی نیست که من که اومدم میگم اینها این رو گفتن. خب سه دقیقه صحبت کنید در مقدمه، باز ما ایشون کمرو سه دقیقه بذارید صحبت کنم. بفرمایید، بسم الله کنید. شما تصمیمتون رو بگیرین که من عرضم رو عزیز من شما دارید در موضوع صحبت میکنی آخر. اگه من فکر کردم مقدمه میخوای بگی که موضوع بحث همینه، حالا شما دارید رفتی تو موضوع، حالا صحبت کنید دیگه. شما هم کلیپ، شما هم قبل از اینکه شما هم که مناظره شروع نشده کلیپ پخش کردید. کلیپ امامه دار شما بودی، از من بود. خب من همین میگم بحث کنیم، این وقت نمیخواد بگیریم. این آقایی که کلیپش پخش کردم سنی بود یا شیعه بود؟ از کتاب شما گفتی، از کتاب من گفت. بله منم در مورد جواب میدم به حرف ایشون، ولی میگم این اصلا خارج از موضوع امروز قرار این بود. ازان اشکال نداره آقای سجودی، من دو تا سوال پرسیدم، گفتن این دو نفر قابل به تعریف ان، اینا رو تکفیر میکنین یا نه؟ بگی من اونا رو جواب نمیدم. جواب میدم آقا، جواب میدم. من شروع کنم جواب بدم به شما؟ عزیزم شما سه دقیقه صحبت کن، شروع کن، هر چی میگه بگو. من چیکار کنم؟ من که نمیتونم شما رو مجبور کنم که هر چی من میخوام بگی. بسم الله کنید، شروع کنید، از الان وقت بگیرید. بله من همین فقط بینندگان عزیز، ایشون قرار جواب بده، این دو نفری که ما آوردیم جواب بده، بعدش من در خدمت ایشون هستم. مگر اینکه من اینا رو جواب نمیدم بریم سراغش، اون رو من جواب میدم. ولی حالا چون آقای هیدری رو پخش کردین، ان شاء الله آخر مناظره باید وقت بدین که من جواب این مطلبی که ایشون گفت رو عرض کنم. یا بذارین همین الان میگم، خیلی خلاصه میگم. ان شاء الله ایشون اومد گفت که حالا الان مرحوم مجلسی گفته، مرحوم مجلسی ازن در ابتدای مرات القون وعده این حرفو زده، این حرفو زده و نگفتن که اعتقاد من اینه. اگه شما میخواین نظر علامه مجلسی رو بشنوین، این که اوایل مرات العقول جلد آخر مرات العقول، ببینین علامه مجلسی چی میگه. در روایتی که میاره زیر آیه انا نحن نزل نازک انا له لحافظون، میگه که در مورد این آیه نظر خودش رو میگه، توضیح میده، تشریح میکنه، میگه این به این معنی است که قرآن مسنون است از این که در او هیچ گونه تغییر و تعریفی وجود بیاد. خب نهایتش اینه که ما بگیم، اولا که من میگم این حرفی که علامه آقای هیدری کمال زدن دلالت بر این نداره که حالا من این رو اگر قرار باشه در موضوع تعریف در بین شیعه صحبت کنیم، کامل دلایلم رو میارم از خود علامه مجلس دستای رو بزرگان شیعه. اما فرض کنیم دلالت بر این داره که آقا ایشون نظرش این بوده که قرآن تعریف شده، خب جلد آخر مرات القول اومده میگه نه قرآن قابل تعریف نیست زیر این آیه، در ذیل این آیه. خب اینو داره بعد از اون میگه. پس اگرم نظرش اون بود، از اون نظر برگشته که ما میگه اصلا اون نظر رو نداشته. در بهار الانوار هم باز در ذیل آیه دیگه باز میگن یک قرآن قابل تحریف نیست، باطل، اصلا راهی در قرآن راه نداره. و جالب هم این عزیزان، تمام این چیزهایی که آقای سجودی میارن، دوستانشون میارن، من جمله همین کلیپی که از آقای کمال هیدری بردن، میگن در باب نقص در قرآن. حالا من خواستم تو مقدمه جمله چیزی بگم که دیگه آقای سجودی این قرار تو حرف محمدی نشدهش، ولی اینها هم در باب نقص در قرآن. آقا نقص در قرآن سلم نما بپذینیم، اینها معتقد به نقص در قرآن بودن. عزیزان نقص در قرآن جرمش بیشتره، گناهش بیشتره، یا یعنی اینکه بگن در قرآن زیاده شده. هر بچه میدونه که اینکه بگن در قرآن یک کلمه زیاد شده، تمام اینکه اوش گفتن علمای عزیزان، من آوردم مصادرش رو، مطالبش رو، اینکه بگن زیاد شده به شدت بدتر از اینکه بگن کم شده. وقتی میگه زیاد شده یعنی قرآن معجزه نیست، یعنی هر کسی میتونه مثل قرآن رو بیاره. این به این معنی است. حالا اینکه گفتن کم شده اجتهاد کردن، از تیمیه هم میگه اینها اجتهاده. اگر فلانی گفته نمیدونم فلان چیز جزء قرآن نیست یا کم شده، اینا حتی گفته اونایی که زیاده هستن میگه اینا اجتهادن، ما اینا رو تکفیر نمی کنیم. حالا من مقدمه رو خواستم اینو بگم عزیزان، من معتقد به تعریف قرآن به هیچ وجه نیستیم. اینها هم که آوردیم از کتب آقایون میبینن دروغ. وقتتون تموم شد آقای محترم، شما خیلی با سرعت صحبت نکنید، که مورد شمرده صحبت کنید. عزیز من، من حالا وقت منو بگیرید تا فرمان، دو دقیقه بگیرید وقت منو. قضیه در این است که من اینجوری شروع میکنم، بینندگان این جمله رو ببینن، سنی چی میگه، شیعه چی میگه. اگه ایشون میگه نه من از این علامه‌ای که گفته که تواتر نمیدونم شیعه ها معتقد هستن، آقای ملجی به تواتر میگه، تواتر معنیش میفهمی. خب این دو جمله رو ببینید، سنی چی میگه، شیعه چی میگه، تا موضوع مناظره معلوم بشه. بیارید لطفا. سنی میگه که هر کس نقص یا اضافه ای برای قرآن قائل باشه، نقص یا اضافه، کافر است، کافر است، کافر است. و ابن مسعود شیعه میگه ها، سنی میگه ها، اینم جواب شما. ابن مسعود و ابن عباس هرگز نگفتن. اگر هر به فرض که گفته باشن، آن در ابتدا به مدت محدودی بود که قرآن هنوز جمع نشده بوده و بعد از جمع شدن قرآن هرگز و هرگز نگفتن. گفتیم که به فرض گفته باشن. شیعه چی میگه؟
شیعه میگه بله، این من حرفی حمیدی که کار ندارم، این عالم به این بزرگیش از کتابشون گفته تواتر. بله، علمای شیعه گفتند که قرآن ناقص است و مطالبی از آن حذف شده، حذف شده. الان این خودش اینا گفت. ولی نمیگیم که معتقدین به تعریف قرآن کافرند. چرا نمیگیم کافرند؟ چون اصحاب پیامبر هم این را گفتند. ولو که شما سنی ها قبول نکنید، باز در کتابای شما نوشته است. خب، ولو که شما سنی ها قبول نکنید. دیگه این شیعه اینو میگه. نتیجه حرف شیعه رو من میگم. الان اگر کسی بگه قرآن هم مثل انجیل و تورات عوض شده، حق داره اینو بگه. پیش بینی میکنم که حالا آقای مناظرگر شیعه ما چطور از موضع فرار میکنه، خودتون ببینید. بسم الله کن، شروع کن آقا. نمیخوام در دقیقه نمیخوام 30 ثانیه دیگه هم صحبت کنم، برای اینکه ایشون وقت بدم بهشون. بفرمایید. من یک نیم دقیقه صحبت کردم، دو دقیقه شما صحبت. بله، اولا که حالا این نیم دقیقه تونم شما متأسفانه یه دروغ گفتید. اومد گفتید شیعه این را میگوید. خب بیاید ببینیم از کجا میگوید. آقای همین الان برات آوردم آقای من آدم زنده را آوردم که عزیز من، همین الان آوردم که آقای ما آدم زنده، آقای مولا، آقای علامه. اگر شما میگه که نه شیعه اینا نگفته، بس من تو شما تمومه، پس شیعه نگفته دیگه. دعوای ما شما چیه؟ اگر شما ببینید یک جوری بحث کنید که کار جلو بره. بفرمایید. الان من آوردم آقای حیدری گفته. پس چرا داری با من بحث میکنی؟ خب ما بحث در این است که شیعه معتقده. تو میگی اصلا شیعه معتقد نیست. پس الحمدلله که شیعه معتقد نیست. تمام شد. بله بفرمایید. نه شما تا انتهای وقتتون صحبت کنید، که تو وقت من دیگه صحبت نمیکنم. دقیقه بفرمایید. آخر شما دروغ میگید، من چیکار کنم؟ خدا خیرتون بده. بفرمایید. بینندگان عزیز، جواب فرمایش آقای حیدری رو من دادم. گفتم ایشون از اعلامی مجلسی میان. آقای سرودی داره تهمت میزنه، میگه آقا شیعه گفته چون در کتابای سنی از صحابه اومده قرآن تعریف شده، پس ما هم قبول داریم تعریف شده. ایاز بالله، بابا کی هم که حرفی رو زده؟ من دارم میگم دروغه. و اعلامی مجلسی هم که شما الان براش اووردی خارج از موضوع مناظره، جوابتو دادم برادر من. اما برید سراغ اصل مناظره. ایشون میخواد فرار کنه. دوستان عزیز، سوال اینه، ابن عباس، کسانی که ندیدن گوش کنن، ابن عباس، آقای عبدالله ابن عباس، حبر عمر، دانشمند عمر، بزرگ صحابه، چی میگفت؟ میگفت در آیه لا تدخلوا بیوتن غیر بیوتکم، این حتی تستعنسوا اشتباه نوشتند، این باید مینوشتن تستعذنوا. آقای سجودی میگه نه نگفته، اگرم گفته یک مدتی بود و برگشته. خب بیا سوالتون از نظرش برگشته. برادر من، روایت صحیح، من برات الان 10 نفر رو میارم که روایت آوردن، تصریح کردن که آقای ابن عباس گفته آقا این آیه اشتباهه. تا آخر عمرش من دلیلی ندیدم از نظرش برگرده. شما بیا ثابت کن. حتی ابن تیمیه میاد میگه آقا بله اینا اینو گفتن، اشکال نداره، اجتهاد کردن. شما از کجا پیدا شدی 14 قرن بعد از ابن عباس اومدی میگه از نظرش برگشت؟ از موضوع فرار نکن آقای سجودی. من جواب شیعه رو هم آماده دارم، میتونم جواب تو بدم، ولی اول این دوتا سوال من رو جواب بده. قربون شکلت، آقای ابن عباس که میگه نسو اشتباه اخت الکاتب، ذهبی میگه صحیحه، ابن عجم میگه صحیحه، حاکم میگه صحیحه، 50 نفر دیگه برات میارم میگن صحیحه. شما چجوری میگی نگفته؟ حتی اومدن در همین مورد اینقدر بهشون برخورده، گفتن آقا ابن عباس گفته. حالا اینا رو ایوخه من دونه دونه مصادرشو بیارم. ابن عباس گفته ولی ازش نقل نکنید. این رو اگر نقل کنید یعنی قرآن متواتر نیست، یعنی قرآن شما تحریف شده. ما هم همین رو میگیم، این دروغ چیه؟ جواب سوال رو بدید. پس در عزیز من، من به شما گفتم که اجازه تموم شد وقتتون. من گفتم که این احادیث رو ما قبول نداریم، نگفتم نگفته، گفتم این احادیث ما قبول نداریم. حالا چرا قبول نداریم بمونه، اونا براتون میگم که چرا قبول نداریم. منتها قضیه این است که ما هر کس که این حرف بزنه میگیم کافره، ولو که ابن عباس باشه. حرف بحث متوجه شو، نرو در جای دیگه. من نمیگم که ابن عباس، تو الان به من دروغ بستی، من نگفتم، اینا حدیث جلوی منه، اینا حدیث جلوی منه، من نگفتم نگفته. من میگم ما این احادیث رو قبول نداریم. حالا چرا قبول نداریم برات میگم، ولی شما اینه به من بگو که وقتی شما، ما قبول نداریم میگیم کافره. شما اگه قبول ندارید بگید هر کس که گفته کافره. ما میگیم ابن عباس هم گفته باشه کافره، ابن مسعود هم گفته باشه کافره. خیالت راحت کردم. حالا تو هم که اینقدر غیرت داری بگو آقا اگه محمد باقر مجلسی هم گفته، علمای شما بگن. ما که علمای ما همه میگن، تو که کاری نیستی. علمای شما بگن آقا هر کس که قرآن عوض شده کافره. بحث من تو تمومه. اینقدر برای من دوست، من دو دقیقه سخنرانی نمی کنم، دوباره فقط همین رو تکرار می کنم. آقا موضوع بحث اینه که این احادیثی که ما داریم قبولش نداریم. جلوی شما میگم قبولش نداریم و میگیم که ابن عباس نگفته. حالا چرا نگفته؟ دلیلش برات میگم. من تو میگیم اگر گفته باشم کافره دیگه، چی میخوای؟ حالا تو هم اینقدر مرد باش بگو هر کس که گفته قرآن عوض شده کافره. اینه بگو، من از تو اینو میخوام. متوجه شدی؟ نرو پشت ابن عباس، ابن مسعود قائم نشو.
ما که میگیم اونا نگفتن، تو میگی گفتن، ما میگیم هر کی که گفته کافره، ولو که ایشون باشه. زبانم لال بحث، متوجه شدید؟ من 2 دقیقه میخوام اینو دوباره تکرار کنم. چند دقیقه وقت دارم؟ چند دقیقه؟ عزیزان، ما میگیم که اینایی که میگن پشت ابن عباس قائم میشن، که آقا ما گفتیم شما هم گفتید، ما میگیم که هر کس که گفته کافره. شما میگه مرد باش، بگو آقا مجلسی گفته کافره، اگر نمیدونم مفید گفته کافره و و و تمومش کن. منظورم علمای شما، باز دلیل بیار که علمای ما گفتن. بسم الله شروع کن. بله، مهمون رو متشکرم. همین آقای سجودی، نگو به من دروغ میبندی. همین اول این مناظره گفتی، الان قبل از اینکه نوبت شما بود گفتی آقا اینو نگفتن. اگرم گفتن از نظرشون برگشتن، نگفتی من اگر هم گفتن از نظرش برگشتن، خب قبلش گفتی که گفت نگفتن اگر هم گفتن. یعنی معنی نداره که بگی اگر گفتن. ثانیاً همون روزی که من سه‌شنبه سوال پرسیدم شما چی گفتی؟ گفتی نه آقای همیاله، خودم مهربون بودی اون روز، چون من بعد از مدت ها تماس گرفتم، خیلی نگفتی همین داره دروغ میگه این حرفا رو تومد ما نزدی. گفتی نه مطمئنم آقا حمید اشتباه میکنه، نمیگه ابن عباس هم چیزی نیست، من میام ثابت میکنم. الان ثابت کن. آقای سجودی بیان میگم چی میگه. میگه من میگم چرا ما قبولش نداریم. خب شما کی هستی قبول نداری؟ برادر من بزرگتر از شما هم گفتن قبول نداریم. دلیل من کاری ندارم قبول داری یا نداری، این روایت صحیحه، شما قبول داری که صحیحه، ولی میگه ما قبولش نداریم. اگر میگی صحیح نیست، بیا ثابت کن صحیح نیست، اشکال نداره. نگو باز همین تومر داره گفت صحیحه. اگر قبول نداری دلیل تو کی میخوای بگی برادر من؟ فردا شب که رفتی تو خونه نشستی زیر کرسی با خانم بچه‌ها، اونجا که به درد کسی نمیخوره، دلیلت رو الان بگو که من جواب بدم. گفتی در مورد اینکه شیعه بگی آقا کافر هستن. عزیزان من یک بار گفتم دوباره میگم، میگه حمید نگه. حالا شما خودت چه هر چی میگی از زبان خودت میگی، هیچ کس هم نقل قول نمیکنه، ولی حمید نگه از خودش باش. من از نظر علامه هلی و 2 نفر دیگه از علمای شیعه رو میارم، مرحوم شریف مرتضی و دیگران، علامه کراچی، که همه اینها گفتن این کاری که آقای ابن عباس کرده یعنی زیاد کردن چیزی در قرآن. تمام علمای شیعه، من جمله علامه هلی، من جمله آقای شریف مرتضی، علامه کراچی و بسیاری، همه گفتن آقا کفره، کفر مطلق، گفتن افراط در کفر. مگر میشه در قرآن چیزی اضافه کرد؟ قرآن معجزه الهی است، مگر میشه که کلام انسان بیا در کلام کنار کلام الله قرار بگیره و کسی هم نفهمه؟ حتی تأثیر نسو بشه، نمیدونم پس از نو بشه تأثیر نسو، کسی نفهمه؟ هنوز سراغ معوضتین هم آقای سجودی نرفته. این دو تا سوال ما بود که آقای سجودی قرار بود در اون جواب بده. الان من بعدا جواب میدم. وقتتون تمومه. اوکی برادر، تون صحبت نکن، من دوباره شمرده تموم شد آقا. وقتت آقا، وقتت تموم شد شمرده. دوباره بینندگان عزیز میگم، من میگم که من از طریق علمای خود دارم میگم که آقا ابن عباس هم گفته باشه کافره. زبانم لاله، تکرار میکنم، این چرا برای من میگه تو بیا ثابت کن که نگفته؟ میگم گفته دیگه، تو به فرض کن که گفته. حالا تو به من بگو آیا کسی که بگه، الان نمیگه علامه هلی گفته این کفره، به من بگو کسی که بگه قرآن ناقصه کافر است یا نیست؟ این سوال جواب نمیده. میگه تو برو، میخواد من رو ببره تو بحث حدیث، میرم باش تو بحث حدیث، اما میخواد شما رو گمراه کنه. من اول میخوام این بله را ازش بگیرم که آقا من این که میگم ابن مسعودم گفته باشه مسلمون نیست. نه، میگه حدیث صحیحه. خب من میگم نگفته. حالا تو میگی صحیحه، خب صحیحه، باز مسلمون نیست. من ندارم اینو نمیگم، همه علمای ما میگن هر کس که بگه قرآن عوض شده مسلمون نیست، و هیچ کس هم نمیگه، نه جرأت داره بگه، نه خودش هم جرأت نداره بگه. خب حالا بگو کسی که گفته کافره، چرا نمیگی؟ چرا اینو نمیگی؟ تو که میگی علمای ما نگفتن، چرا نمیگی که کافره؟ ها همینو بگو. من نمیگم تو بگو، ها علمای تو بگن. من باز وقتمو بهش میدم، ولی بعد از این اگر نخواست جواب بده، اون وقت دیگه کامل جواب میدم دیگه. 1 دقیقه مال این باشه ببینم چی میگه آخه. نه آقا جان، 1 دقیقه مال این باشه. آقای با چغندر که صحبت نمیکنه، قربون شکر برم مال شما باشه. منو بده من. والا اگه با چغندر صحبت میکردم حرفو میفهمید. شما میری تو بس که آقا به من بگو ببینم حدیث چرا ضعیفه. من دارم بهت میگم، ما همه میگیم که این کسی که بگه قرآن عوض شده کافره. شما میگی که 100 دفعه برات گفتم، تو 1 دفعه جرأت نداری بگی، چون که علمای شما نگفتن، و اگه تو هم بگی تو رو میکشن. حالا بگو، بسم الله بفرمایید، خواهش میکنم. بله بله، باز هم ایشون جواب نداد، یه تناقض دیگه. باز اومد گفت آره نگفته، من میگم نگفت. بابا شما که سریقت گفتی حمید من نگفتم نگفته، چرا دروغ میگی به من؟ تهمت میزنی من نگفتم نگفته. الان دوباره گفت نگفته. و ببینه آدم وقتی مجبور از تناقض دفاع کنه، بیانگان عزیز، این میشه بدبختی. همینه آقای سوری میگه نگفته نگفته، من دلیل انشاءالله میگم. خب بابا بگو که من جواب تو بدم. میگه ابن عباس هم اگر گفته کافره. یاد مناظره با آقای شریفی میافتم، آقای سجودی وقتی گیر کرد واقعا اصلا دین منم کامل نشده. فرض کن دین منم کامل نشده. آقا فرض که به درد من نمیخوره، به درد بیننده نمیخوره، تو شیعه رو
فرضی میای تکفیر میکنی یا قطعی؟ من گفتم جواب شیعه رو هر سوالی داشتی میدم، خواستم یه جلسه مجزا بذاریم ولی اشکال نداره همین امروز جواب میدم. میگه حمید نگفت بابا از علامه حلی، شریف مرتضی، کراجه که اگر میونن امروز میخوای در مورد شیعه بحث کنیم مثلا همه رو میآورن، بزرگترین علما رو نمیآورن. اما اینکه قرآن تعریف شده یا نشده، نظر علمای شیعه چی از آن، اینو من براتون سوال کنم. از همون مرحوم کلینی که اینها خیلی میان بهشون تهمت تعریف میزن، در همون مقدمه کتاب خودش، در مقدمه یا هر چی تو این کتاب بود، برین عرضه کنید بر قرآن ها، اگر با قرآن موافق بود، حدیث حرف خودش هم نیست، حرف معصوم میاره. میگه مقدمه قرآن عرضه کنید، اگر درست نبود قبول نکنید. شیخ صدوق میگه از کلینی و صدوق بالاتر داریم. شیخ صدوق میگه قرآنی که بر پیغمبرش نازل کرده همین قرآنی است که در اختیار مردم است. در شهر باب هادی الاشعر صفحه 93 اینو میگه آقای شیخ صدوق متوفای 380. شیخ مفید در کتاب اوایل المقالات، حالا یک نکته جالب اینجا تو همین کتاب شیخ مفید گفته در ادامه من اینو خواهم گفت، ولی اینجا فعلا نه، هیچ کلمه و آیه و سوره از قرآن کم نشده، بلکه ما معتقدیم اون که در قرآن امیرالمومنین بوده است، یعنی از توضیحات، از مطالبی که حضرت تأویل و تفسیر آیات رو بیان فرموده بودن. بله، در دقیقه شما دیگه وقت دو دقیقه شما تموم شد. آقا دو دقیقه همه دو دقیقه تا صحبت میکنی اگه من یه دقیقه صحبت میکنم سب کن وقت برای نگیر. به هر حال بیننده ما اگر در دبستان هم درس خونده باشه متوجه میشه که الان وقت منو بگیرید، متوجه میشه که نمیخواد بگه، میگه که علمای ما نگفتن، ولی نمیگه که کسی که گفته کافره. که نگفتی چرا میترسی؟ نگفتی دیگه. اما حالا جوابش میدیم چون که آخر نگفت دیگه، بیننده فهمید که اینها معتقد به تحریف قرآن هستن، گرنه میگفتن کافره. ببینید علمای ما چی گفتن در مورد این حدیث ها، بعضیاش میگم در دو دقیقه، گفتن حدیث ضعیفه، بعضیاشون گفتن، بعضیاشون گفتن که صحیحه. گفتن که این ممکن نیست که این درست باشه، به خاطر اینکه کاتب که یه نفر نبوده که بگه ابن عباس بگه که آقا این غلط نوشتن، مگه یه قرآن ما داشتیم؟ خب هر کس می نوشته از خودش، از زمان مکه می نوشتن، مگه حضرت عمر که مسلمان شد کتاب جلوش نبوده؟ قرآن برش آوردن خوندن دیگه. پس اگه یکی خطا کرده باشه همه چرا خطا کنن دیگه. اینکه حضرت ابن مسعود و حضرت ابن عباس مفسرین قرآن بودن، عاصم از ابن مسعود روایت کرده و از حضرت علی، قرآنی که ما داریم متواتر از اینا اومده ولی تو اون نیست، پس معلوم است که احادیثی که نیست قوی تره. متوجه هستید دیگه؟ اینکه شاید در یک دوره، شاید نیست، حتما هم همینطوره، اگر که گفته باشن در یک دوره محدودی گفتن و باز وقتی که قرآن جمع شد نگفتن، که برای اینکه امروز پیروی ندارن، غیر از شماها پیروی نداره ابن عباس، ابن مسعود. نگاه کنید، مثال براتون میزنم، بذارید این حدیثو ببینید. این حدیثی که بیارید لطفا، مثال خلاصه میگم چون از وقتم استفاده کنم، همین حدیثی که در مورد ابن عباس اومده که تستعنسو نبوده، تستعزنو بوده، در همین کتاب اومده و اونم ذهبی گفته صحیح که حضرت علی شراب خورده، رفت عرضم به حضور شما که اینا خودش نگاه میگه، حضرت علی خودش روایت میکنه که ما رفتیم شراب خوردیم، نماز مغرب خوندیم، در نماز غلط شدیم. خب ما بگیم که حضرت علی، حالا این حدیث بگیریم بگیم حضرت علی تا آخر عمر شراب خورده، اینم ببین نگاه کنید، نگید که ذهبی تصحیح کرده، شما پشت ذهبی قایم شدید دیگه، ذهبی تصحیح کرده، خب اینم تصحیح کرده، ولی حضرت علی همیشه که شراب نخورده. چون که قرآن جمع میکردن صحابه نمیدونستن، گفتن آقا این بوده یا نبوده یا اینجوری بوده. بله وقتم تموم شده، وقتی که جمع شد دیگه چیزی نگفتن. حالا بسم الله کن، 10 ثانیه هم بهش اضافه بده از دو دقیقه که نگه بی‌عدالتی کردی. بسم الله. بله، اولا آقای سجودی، حالا یک شوخی هم کنیم بینندگان خسته هم نشن، میگم به یک بابایی گفتن که داشت تو اتوبان میرفت، دید همه دارن خلاف جهت این میان، رادیو رو روشن کرد، رادیو گفت حالا یک دیوانه داره در اتوبان خلاف جهت میره، اون اومد چالش آورد بیرون از پنجره، گفت بابا همه دیوونن، همه دارن خلاف جهت میان، یکی نیست که. حالا شده جریان شما، میگه همه گفتن بله آقا، اینا که شما گفتین من اسمشون رو بلد بگم، آقا ابن بطال، شارع سعید بخاری، سعید بخاری، میگه جایز نیست که اصلا کسی این حرف رو بزنه، منم میدونم جایز نیست. ابن عربی مالکی میگه لا یجوز ان ینتسب القضاء الی الکتاب، اصلا مجاز نیست که ما بگیم کتاب خطا کردن. بله آقا سجودی، اینا که داری همینجوری میگی بدون اسم آوردن، من رفتم دونه دونه رو گشتم، طرف رو برات میگم که کی نرو زده. از این بطل عزیزان گفتن هر کس این رو نقد کنه یا جاهل یا ملحد. اینو کی میگه؟ آقای ترمذی میگه. حالا کیا اینو نقد کردن؟ سفیان ثوری در تفسیرش نقد کرده، بغوی در تفسیرش نقد کرده. خب اینا کافر شدن یا ملحد شدن یا نشدن؟ بیا حافظه کلام جاهل او ملحد، یکی دو دین، این کلام جاهل یا ملحده. حالا منم دارم میگم شما که این حرفو میزنید، اینو ابن عباس گفته، آقای سجودی همینجوری رو هوا میگه نه نبوده.
آقای سوری میگه این مال قبل از جمع شدن قرآن بود. حالا جالبه سالو هنوز به ابن مسعود هم نرسیدیم، تو ابن عباسش موندیم چون نمیتونه جواب بده. آقا جان میگه اخت کاتب، کاتب وقتی کتابت کرد قرآن رو خطا کرد، اشتباها به جای تستعذنو نوشت تستعینتو. چجوری شما میگه این مال قبل از اینکه کتابتش قرآن جمع بشه؟ برادر عزیز من این چه حسی همینجور رو هوا میزنید؟ و تکلیف این بندگان خدایی که جمع شدن که من دقیقا حرفم همین عزیزم، میبینید حاضر نیست قبول کنه، میگه آقا فقط ذهبی تحصیل کرده، شراب خوردن حضرت علی رو هم اوورده تحصیل کرده. خب ذهبی خیلی اشتباه کرده، آقا هر کس دیگه هم این چرندیات رو تحصیل کرده اشتباه کرده، حرف من اینه، درد من اینه، مشکل من اینه، دارم میگم این چرندیات چیه توی کتاباتون اووردین تحصیل کردین، قرآن تحریف شد، حضرت علی رو که علیاذ بالله شراب خور کردین، خب چه دینی شما دارین؟ این چه مذهبی شما دارین؟ دقیقه 10 ثانیه تموم شد عزیز من، حرف پراکنده میگی، 10 ثانیه میگه وقت داری، 2 دقیقه تموم شده، 10 ثانیه بتون اضافه وقت داده، بفرما صحبت کن. بله همین جواب شما رو فقط خواهشم، یه جواب بدید بالاخره. منم میدونم هر کی بگه کافر، ابن عباس گفته روایتن صحیح، فقط هم ذهبی تصحیح نکرده، 10 نفر بیان تصحیح کردن، 500 نفر تصحیح کرده باشندم، تموم شد وقت شما، 500 نفرم تصحیح کرده باشند، 500 نفرم گفتن غلطه یا اینا نگفتن، قسم اگه تحقیق کردی قسم بخور که نگفتن، علمای دیگه نگفتن که ابن حزم، حزم نگفته که این غلطه، حدیثا درست نیست، صدها نفر دیگه گفتن. شما خودت بینندگان، این میخواد شما رو گمراه کنه، این میخواد بحث ببره تو چیزی که شما نمیدونید. من که ساده صحبت میکنم، معلومه میگه باقلانی گفته، ابن حزم گفته، فلان گفته، خب این شما که نمیفهمید. خب من که میگم به دیت تضیف کردم، من که دروغ بهتون نمیگم، اینجا نشستم که، قضیه در این نیست، قضیه در این است که جواب سوالم نداد که آقا قرآن که یکی نبوده، عقلا این قابل قبول نیست که گفته باشه. مگه در همه قرآن ها همه یکی مگه قرآن ها رو نوشته؟ همه نوشتن دیگه، همه خطا کردن، یه قرآن که نبوده که دیگه، اون موقع درسته با دست می نوشتن، چاپ که نبوده، لذا این اصلا جواب اصل قضیه رو نمیگه. همون کاری که همه شیعه میکنه نمیخواد بکنه، میخواد ببره در چیزی که من شما یا حداقل شما نمیدونید. آقا میگه فلانی گفته ضعیفه، فلانی گفته صحیحه، الان ذهبی رو گفت، ذهبی میگه غلط کرده، خب ذهبی گفته این صحیحه دیگه، 500 نفر دیگه هم گفته باشن، اونام گفته باشن حضرت علی یه مدتی در عمر شرابخور بوده، شما میگید غلط کرده یا نمیگید؟ ما نمیگیم که شرابخور بوده، من برای چی آوردم اینو شما متوجه باشید بینندگان عزیز، برای این آوردم که در یک مرحله ای صحابه شراب میخوردن، عبدالرحمن بن عوف هم خورد، نماز غلط خوندن، نماز مغرب اشتباه کردن، حالا ما اونو بگیریم شراب رو حلال بدونیم، یا بگیم که حضرت علی شرابخور بوده، حضرت عبدالرحمن ابن عوف شرابخور بوده؟ ما اینه دارم بهشون میگم که قرآن که پیامبر که ننوشته توی کتاب بیاره، جمع صحابه کردن، متوجه شدید؟ و این حرفی که ایشون میزنه اگه واقعا حرف ابن عباس، ابن مسعود بود، ابن مسعود که تو کوفه درس میداده، پس چرا مسلمان ازش نگرفتن؟ پس این حرفی فقط اصل قضیه رو میخواد گم کنه. ما میگیم هر کس که بگه کافره، اینقدر مطمئن هستیم که ابن مسعود نگفته، این حاضر نیست بگه، اصل قضیه برمیگرده به حرف اول، میخواد شما رو بره تو کوچه های این ور اون ور. بفرما صحبت کن. بله بازم آقای سرودی جواب نداد، اما جالبه میگه همین چرا نگفت اون جواب اونو نداد، من داشتم هنوز صحبت میکردم شما گفتید وقت تموم، خب وقت میدادی من ادامه شما جواب میدم، الان اول اونو جواب میدم. میگه آقا یه قرآن که نبوده، خیلی قرآن بوده. جالبه باز شدم اون جریانی که عرض کردم دیدی جوابشم به نوعی دادم، گفتم بنده خدا داشت اتوبان میرفت، گفت آره همه دارن اشتباه میان. و برادر من یک نفر گفته نگفته، من تقصیر من چه؟ منم همینو دارم میگم، میگم یک نفر، همه گفتن تستعنسو، ابن عباس میگه همه اشتباه کردن، یعنی عدالت صحابه رو هم ابن عباس قبول نداره، تا آخر عمرش هم از نظرش بر نگشت، روایات و احادیث روایات هم همه صحیح هستن، علمای شما هم قطعا گفتن بله این گفته، ولی شما نقلش نکنید. چرا نقلش نکنیم؟ چون اگر نقلش کنیم تواتر قرآن چی میشه؟ این بابی رو باز میکنه که لازمه اون، اقتضای اون اینه که ما کل قرآن رو ببریم زیر سوال. این جواب علمای آقای طرفدار مکتب آقای سجودی هستن که اینم مثل اینه که بیم گفت آقا چرا اینا که میخوان تیراندازی کنن یه چشمشون رو میگیرن، گفت آقا دو تا رو ببندن که نمیتونن تیراندازی کنن. بابا جان منم میدونم اگه این رو قبول کنیم اقتضاش اینه که تعریف در قرآن صورت گرفته، تواتر میرسه قرآن میره زیر سوال، ولی این شد جواب من. خب من میگم این چننده چی آوردین شما تصدیق کردین و چرا همین ها رو با سند ضعیف اگه تو کتاب شی اومده باشه، من دوست دارم یک جلسه فقط در مورد کافی بحث کنیم که اون کافی کافر هست یا نه، کجا گفته من قابل تعریف شدم، ولی خب وقت نیست آقای سوجرم میگه وقت تمومه.
ولی خب تو کتابش یکی اومده کافره کافره کافره. اینجا ابن عباس حالا گفته نگفته ما کار نداریم، ما قبولش نمیکنیم. بابا کافر است یا نیست؟ ابن تیمیه همین رو میگه، ابن تیمیه از شما شجاعتره، میگه بله گفته از حرف شما بر نگشته ولی اجتهاد کرده، حرفای دیگه زد. میگه ابن حزم گفته ما ابن حزم شما اینجا یاد داشت شرف قد ابن حزم شو نوشتم نمیدونم چی گفت دیگه بچه شدن. میگه اینم میخواد شما رو بکشه یه جایی که شما یک لحظه بله شما فرمودین که بینندگان من میخوام بکشونم یک جایی که بینندگان بلد نیستن. شما بلد وقتتون تمام ها، 2 دقیقه آخر من صحبت میکنم، دارید از اضافه از وقت صحبت میکنید و ما فقط 3 دقیقه وقت داریم. خب من فقط اینو بگم پس بس تموم نشد، من به ابن مسعود نرسیدیم. بس ابن مسعود هم رسیدیم. خب الان اجازه بدید من صحبت کنم، اجازه بدید دیگه 2 دقیقتون تموم شد، زیادم صحبت کردید. ایشون میگه حضرت ابن عباسی تون تون دم صحبت میکنه، برگشت بر نگشت از حرفش. ما میگیم که بابا جون حرف وزیر متوجه میشی یا نه؟ اگر بر نگشته کافره. علمای ما ببین ما که چی میگیم، من نمیگم اسوجی دیگه حرف نمیزنه. این که ما جرأت داریم میگیم هر کس که معتقد باشه این قرآنی که صحابه جمع کردن اون قرآن نیست، این مسلمون نیست. این 2 کیلو لاغر شدی نتونستی بگی که نیست. این میگه حدیث های ضعیف میگه ما داریم، ضعیف داری بگو هر کس که معتقد کافره، ولی نگفتی تا آخرم نگفتی. ما معتقد هستیم که ابن عباس اگرم گفته برگشته. اونایی که میگن احادیث صحیح داریم از زبان اونا میگه ما، اونایی که میگن صحیح نیست ابن حزم که میگه، ابن حزم که اصلا میگه صحیح نیست که گفت یادم رفت، و خیلی های دیگه میگن صحیح نیست. اونی که میگه صحیح هم میگه که نمیشه، معقول نیست، چون که بیخ معقول نیست که خودشون درس میدادن، خودشون استاد بودن، چرا از اونها قرآنی نمونده، چرا بقیه مردم نگرفتن؟ ما کسایی داریم که تو کوفه حضرت حسین رو کشتن، ابن مسعود تو کوفه درس میداده، عاصم مگر نه که قرآن متواتر از ابن مسعود به ما رسیده، چرا تو اون نیست این حرفایی که شما میگید؟ پس شما به خاطر اینکه پشت پرده این قایم میشید منافقانه که اون جرأت نداری بگی. من 100 بار امروز گفتم بابا کسی صحابه رو میتونه بعد بگه؟ چون ما مطمئنیم که نگفته، این چیزی ناممکن، اگه گفته بود آثارش تا امروز میموند، کمان که از شما مونده. و این خلاصه حرف بود. پس من بقیه وقتم هم صحبت کنم که اصل قضیه چی بود. اصل قضیه این است که اینها احادیثی رو میگیرن در زمانی که حضرت علی هنوز شراب حرام نشده بوده، شراب خورده، خوارج میتونه اینو بگیره، اینا هم همین کارو میکنه. آقا صحابه تو قرآن جمع میکردن، چرا گفته که 2 تا شاهد بیار؟ مگه صحابی دروغ میگفته؟ میگن یه دفعه یادت نره قرآنی که جمع میکردن هر آیه باید با 2 شاهد جمع میشد. برای چی؟ برای اینکه انسان هم خطا میکنه، ولی وقتی که همه جمع شدن، اگر ابن مسعود خطایی کرده، اگر ابن عباس خطایی کرده و قرآن قبول کرده، یا نه اگر قبول نمیکرد که کفر میشه که با اونا همراه میشد. یعنی خود ابن عباس چرا اعتراض باید نمیکرد؟ سالهای سال زنده بود. ابن مسعود تا سال 32 زنده بود. وقتم تموم شد، دعا فرما که از موضوع برم بیرون. دعا فرما با من هستید؟ وقت ما تموم شده. چطور میشه آها 30 ثانیه از برنامه وقت دار از صحبت با ایشون. پس خلاصه قضیه این است که حرفی که اینها میزنن نمیتونه معقول باشه، چون که تا امروز هیچ آثاری نمونده، در حالی که اینا همین آقای حیدری گفت که آقا ما که میگه جیرخوار سر سفره مجلسی نشستی، مجلسی میگه که متواتر است مثل امامت، بازی میگه نه آخر کتاب نوشته، بازی متواتر چرا گفته؟ دیوانه بوده. مگه متواتر یعنی چیزی که من دیگه یقین دارم؟ آقا من یقین دارم که مثلا حسن پسر علیه، متواتر شد. چطور میشه بعد از متواتر بگم که حرفم غلط بوده؟ پس این عالم نبوده، این عالم نبوده، این به اصطلاح یک نادان تمام بوده. وقت من با این بیننده تموم شد. آیا برای برنامه عادی وقت داریم یا نداریم؟ بله 30 ثانیه میگه وقت داریم. خب خیلی خوب، من از شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. الله حافظ و نگهدار شما. ما در باب قرآن بسته است، همچین میدان باز نیست. اصلا مالک زمین امامه، امام و حجت خدا مالک زمین، مالک زمین ما. من قبول ندارم از زمین برم. اگه بنا باشه علی و عمر یه جا برم، علی و معاویه یه جا برم، امام حسین در اون وقتی که هیچ فریادرسی رو میتونه من رو بخواد، ملک و جن و بشر و ذرات عالم همه امامشون امروز او بر همه. معنی بیان بودنش نیست که همه میفهمن جای قرآن و آیات الهی در سینه یه عده‌ای است
که خدای متعال به تو علم عطا کرده. نبوت تمام نشده ها، تا فاطمه هست ادامه اون نبوته، هنوز بقیه دارد، هنوز همه طالب به بشر نرسید. نور امیر المؤمنین شکافته شد، فتق نور اخی علیم خلق منه الملائکه، همه ملائکه خلقتشون از نور امیر. رضا وقتی میرسی در خونه امام رضا نباید به امام رضا بگی امام رضا از خدا بخوا مریضمونو شفا بده، واسطه نیست بین امام رضا و خدا، خود امام رضا مشیت یعنی منو بل من جن طبو، یعنی منو بل من جن